بله، با توجه به سوالی که حضرت عالی پرسیدین که از نظر عقلی چگونه میشه برای وجود امام در هر عصری استدلال کرد، خب این یکی از موضوعاتی هستش که اگر ما بخوایم فقط از دلیل عقلی و منطقی برای وجود امام استدلال بکنیم، بله، شاید نشود فقط از دلیل عقلی، خصوصا امام زمان علیه السلام. اما بر اساس مبانی کلامی روایاتی وجود داره، استدلال های وجود داره که بر اساس مبانی کلامی که مورد اتفاق همه علمای اسلام هست، هم علمای شیعه و هم علمای اهل سنت، این مبانی کلامی رو قبول دارن. منتها قبل از اینکه من این مبانی کلامی رو برای شما و بینندگان عزیز توضیح بدم، عرض بکنم که ما امامت مثل پیغمبر و نبوت دو بخش داره. یک بخش نبوت عامه که برای اصل ضرورت نبی بحث میکنه، بله، یک بخش نبوت خاصه که دلایل صدق گفتار یک پیغمبر برای که او راست میگه یا نه، چه دلیل بر صدق گفتار او هست و ادعای او را چه چیزی ثابت میکنه که او پیغمبر است، برای هر پیغمبری استدلال میشه. امامت هم همین رقم است. یک دلیل بخش اول امامت عامه هست که در رابطه با اصل امامت، اینکه امام در هر عصری ضرورت داشته باشه، این را میشه با توجه به دلایل عقلی اثبات کرد، همونجور که دلایل نبوت عامه را هم میشه اثبات کرد. بله. اما اینکه حالا در هر عصری یک پیغمبری هست، پیغمبر کی باشه، باز نیاز به دلایل استدلال های خاص خودش در همون حوزه داره. امامت یک امام مثل حضرت مهدی علیه السلام هم باز در حوزه خاص خودش که میشه امامت خاصه، اون وقت باید بریم سراغ روایات و دلائل نقلی و شواهد تاریخی. اما در اصل وجود امام که حضرت عالی پرسان کردین که آیا در هر عصری لازم است که امامی وجود داشته باشد یا نه، دلائل ضرورت داره نداره، بله درست است، در هر عصری امامت چی ضرورت داره از نظر عقلی، این یک قاعده هست در بحث کلام، یک مبنای کلامی داره که خیلی جالب است که از جمله آقای فخر رازی در کتاب المطالب الالهیه، مطالب العالیه، جلد 8 صفحه 103 تا 115 در این موضوعات بحث میکنه و ایشون روش های خاصی داره برای اینکه بگه در هر عصری وجود یک کسی که او انسان کامل ضروریه، انسان کامل یا کسی که خلیفه خدا در روی زمین باشه و از طرف خدا در روی زمین باید واسطه فیض باشه، ضرورت داره. لذا این قاعده در علم کلام هم بحث شده به نام قاعده یا برهان عقلی، که چند تا برهان هست، ما یکش اینجا با توجه به وقت کمی که داریم مورد توضیحات مختصر پیرامونش عرض میکنیم. یکی برهان لطف و فیض هست، یکی برهان علت غایی و یکی برهان اکمال اشرف و چهارمین برهان، برهان مظهر جامع هست، که هر کدام از این براهین عقلی که مبنای کلامی داره برای ما اثبات میکنه وجود یک انسان کامل را در هر عصری. خب ما برهان اول که برهان لطف و فیض هست را کمی توضیح میدیم، بله، و ای از دو بخش تشکیل شده است. بخش اولش این است که خدای تبارک و تعالی فیاض علی الاطلاق است و فیاض یعنی کسی که، شخصی که همیشه در حال افاضه است و فیضش لاینقطع به دیگران میرسه، مثل چشمه ای که همیشه آب زلال ازش جوشانه، مثلا یا از باب تشبیه معقول به محسوس، بله، مثل خورشید که همیشه باید در حال پرتو افکنی باشه و الا او نقص برای خورشید، بله، خورشید گفته اثبات میشه. پس خدای تبارک و تعالی فیاض علی الاطلاق هست. اگر او فیاض هست، این فیض نباید حتی یک آن قطع شود. خب اگر قطع شود، نقص بر خدا وارد میشه و خدای تبارک و تعالی نقصی درش راه نداره. پس وقتی خدای تبارک و تعالی نقصی در ذات مقدسش راه نداره، پس این فیض باید همیشه در حال جریان باشه و به بندگانش و مخلوقاتش برسه. و از این یک نکته. دومی که باید اینجا متوجه بکنیم آن این است که خب این فیض واسطه میخواهیم برای که برسه به خلق، بله، اون واسطه فیض رو همه علمای اسلام قبول داره که یک انسان کامل هست و در تمامی اعصار
باید انسان کامل در روی زمین وجود داشته باشه تا واسطه فیض مورد معتمد مردم. بله درسته، فیضی که از سوی خدای تبارک و تعالی به بندگان خدا میرسه. حالا این اون مجرای فیض رو ممکنه وقتی کسی بشناسه، ممکنه کسی نشناسه. او پیشگاه خداست که خدای تبارک و تعالی اگر اراده بکنه او رو به همه معرفی میکنه. چون که همین آقای فخر رازی در این مطالب العالیه جلد 8 میگه که چه بسا که این انسان کامل مخفی است و خدا خودش میداند و در زیر قبای الله است و خدا هر وقت بخواهد او را برای کسی ظاهر میسازد. خب بنابراین خدای تبارک و تعالی یک مجرای فیض باید همیشه قرار بده و اون انسان کامل هست. بنابراین مصداق اتم و اکمل انسان کامل پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله بوده که همه مسلمانان این را قبول داره. قائل که فیض تا وجود زمان پیغمبر اکرم از سوی خدا توسط پیغمبر جاری می شده که سوره انا انزلنا هم دلیل بر آن هست که به پیغمبر نازل می شده و از طریق پیغمبر به دیگران می رسه. ولی خب اهل سنت میگن این فیض معنوی در لباس نبوت و امامت تمام شد، ولی بعضی از علماش میگن نه نباید تمام بشه، اگر تمام بشه این قطع میشه، از جمله جناب آقای فخر رازی. لذا شیعیان اهل بیت میگه که این فیض هیچ وقت قطع نشده. چرا خدا باید دیگران را، گذشتگان را به این فیضی که از سوی خدا به بندگانش میرسه بهرمند ساخته باشه، ما رو محروم میسازه؟ پس دلیلی نداره. از نظر مکتب شیعه خب این مشکل حل است دیگه، امام باقی است. اما از نظر کسایی که قبول نداره امامت باز دچار مشکل میشه. لذا فخر رازی و عده زیادی دیگری از علما، از علمای عامه و اهل سنت قبول دارن که یک انسان کاملی باید باشد که این فیض به بندگان خدا برسد. این دلیل عقلی بر وجود امام در هر عصری به عنوان انسان کامل که مجرای فیض خدا در روی زمین است.